پاسخ تعریفش اینه که ما از اینجا متولد بشیم، زمانی که مردیم دوباره بیایم یه نوزاد همینجا انتخاب کنیم بیایم، دوباره مردیم یه نوزاد بیایم برگردیم، یه نوزاد انتخاب کنیم دوباره بیایم، دوباره سه باره یه میلیون بار اینجاست، چرخه اینجاست. اما این تسلسل، نه تناسخ، خب تسلسل این مسئله، این در واقع تناسخ. تناسخ میگه میخواد بگه که ما اینجا میگردیم، تسلسل الیه راجعون الست برب بکن و بعد لا تقربا هذا الشجره، به این درخت نزدیک نشو و بعد دوباره. درست شد یا نه؟ بنابراین این مسئله رو اسمشو اگر بذاریم تسلسل، ببینید فرقش با تناسخ چقدر واهشه، خیلی فاحشه. حالا دلایل دیگه که تناسخ رو رد میکنیم اونم یه اشاره بهش بکنیم. یکی اینه که ما زاد و ولد روح نداریم. البته حالا دیگه برای اینه که اون مسئله تناسخ رو ردیفش بکنند و جورش کنند، اومدن گفتن نه، روح هم زاد و ولد داره. بعضی اینم به این اعتقاد رسیدن که روح زاد و ولد داره، در حالی که زندگی بعدی جنسیت نداریم، برای روح جنسیت دیگه مطرح نیست، طبیعتاً زاد و ولدی هم در کار نخواهد بود. اگر قرار باشه یک نفر بمیره روحش دوباره بیاد یه نوزادی رو بگیره، باید جمعیت ثابت باشه. یعنی اگر در ابتدا انسان 100,000 نفر بوده میبایستی چی باشه؟ الان هم ماکزیموم اونقدر باشه، یعنی یه تعدادش هم الان لااقل 3 نفرش هم رعیده بود و جسته بود، یعنی نهایتا میبایستی همون تعداد باشه. مسئله دیگه اینی که به اصطلاح در موضوع تشعشع دفاعی، شما وقتی که تجارب اونجا رو که بر اساس نمیدونم هیپنوتیزم و غیره با اینها به دست اومده تشعشع دفاعی میدید، ببینید که روحها خارج میشن و هیچ کدوم از اون گزارشه که اونجا عنوان شده صحت نداره. درسته یا نه؟ مطلب دیگه اینه که فلسفه این ربط و آمد رو اونها میگن که برای سوزوندن کارمای منفی ماست. خب حالا شما بفرمایید که این نسل کارماش بیشتره یا نسل قبلی؟ این نسل. نسل قبلی بیشتره یا نسل ما قبل خودش؟ حالا نسل بعدی کارمای منفیشون بیشتره یا این نسل؟ تمام شد و رفت. یعنی ما هر چی داریم میام جلوتر، کارمای منفی ما توانه، یا به عبارت دیگه توان ایجاد کارمای منفی ما بالاتره. هر چی میریم جلوتر توانمون برای ایجاد کارمای منفی بیشتره. حالا به هر حال به این دلایل ما این مسئله رو رد میکنیم، اما دلیل عمده عملیمون هم همون تشعشع دفاعیه که وقتی به کسی تشعشع دفاعی میدیم روحا ازش خارج میشه و بعد معلوم میشه که اون تجاربی که اونجا مطرح میشه از این قضیه در واقع ناشی از تسخیر روحا بوده که روی فرزندان شده.